با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. رو در رو برنامه سیاسی اجتماعی است که تلاش میکند از طریق میزگرد با صاحب نظران مختلف سیاسی اجتماعی نظرات اونها رو جویا بشه و شما بینندگان عزیز خودتون به قضاوت بنشینید. برنامه امشب رو در رو به انتخابات اخیر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی اختصاص داره. همونجوری که میدونین انتخابات مجلس خبرگان و مجلس دهم در راه است و این انتخابات در بطن توافق هسته‌ای کشمکش‌های جناح‌های مختلف حکومتی رو بیشتر از گذشته حاد کرده است. بخش زیادی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب حکومتی رد صلاحیت شدند. خامنه ای ولایت فقیه رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد. من گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، اما نگفتم کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس فرستاده شوند. در هیچ کجای دنیا کسی که نظام را قبول ندارد در مراجع تصمیم گیری را پیدا نخواهد کرد. حسن روحانی در واکنش به رد صلاحیت ها گفت که مجلس خانه ملت است و نه یک جناح. خاتمی امام جمعه تهران اعلام کرد که شورای نگهبان با این قوغا سالاری ها به عقب نخواهد نشست. در برنامه امشب رو در رو ما با مهمانان برنامه رو در رو حمید تقوایی و اسماعیل نوریالا خواهیم بود و در ارتباط با اینکه معنای انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی چیه و این اپوزیسیون در مقابل انتخابات چی بوده و مردم در مقابل انتخابات چه سیاستی رو باید اتخاذ بکنن، نظرات حمید تقوایی و اسماعیل نوریالا رو جویا خواهیم شد. با سلام به شما اسماعیل نوریالا، به برنامه امشب رو در رو خوش اومدید. خدمت بینندگان عزیز، شما و همچنین آقای نوریالا. خیلی ممنون. من سوال اول از آقای نوریالا میپرسم. به طور عمومی انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی برای هر کدوم از جناح‌های رژیم، برای جناح خامنه‌ای و جناح مقابلش اصلاح طلبای حکومتی چه معنی داره؟ ما در این انتخابات معین دیدیم که رد صلاحیت جناح اصلاح طلب حکومتی به مقیاس وسیع صورت گرفته. به نظر شما هر جناح حکومتی از انتخابات چه سیاست معینی رو تعقیب میکنند؟ بله، عرض کنم که من تصور میکنم چون ما با دو تا انتخابات روبرو هستیم، مسائل این دو تا انتخابات هم با هم متفاوت هستند. بله. باید بحث راجبش رو هم تفکیک کرد. به نظر من انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مضحکه‌ای بوده که همیشه برقرار بوده و وقت تلف کردن پرداختن به اون برای اینکه حتی اگر که 90% کرسی ها رو هم نمیدونم اصلاح طلبان بیان ببرن، همان گونه که در مجلس ششم دیدیم کاری از پیش نمیبرن. ساختار حکومت طوری است که حتی در داخل جناح‌ها هم عرض کنم که این رقابت آزاد انتخاباتی نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هم بارها هم مردم رفتند و بین بد و بدتر انتخاب کردند و نتیجه در هر دو حالت هم یکی بوده است. بنابراین به نظر من پرداختن به اینکه اینها چه میخواهند و چه میخواهند بکنند و غیره، به جای اینکه در صحنه انتخابات بخواد بحث بشه، باید پرداخت به تفاوت‌ها و اختلافات داخلی رژیم. اون معنی دارتره تا اینکه بخوام این رو در ظل عرض کنم که مسئله انتخابات بررسی کنیم.
خب اینها دو تا جناح هستند، دو تا برنامه مختلف رو دارن، همدیگر رو تا بتونن میتونن از قدرت کنار بگذارن، گرایش های مختلفی هم درشون وجود داره، یعنی همشون به این میاندیشند که حکومت اسلامی رو باید چگونه نگه داشت. اما برای نگهداری حکومت اسلامی نسخه هایی که میپیشند با همدیگه تفاوت داره و در این حال در این نسخه پیچی ها منافع اردوگاه خودشون رو هم میخوان حفظ بکنن. بنابراین یه امریست عرض کنم که خارج از مسئله مردم، مسئله کشور، مسئله منافع ملی ایران و دعواییست بین خودشون که من این رو در سطح انتخابات مجلس شورای اسلامی دارم خدمتون عرض میکنم. به نظر من اصلا بی اهمیت مجلس شورای اسلامی هیچگاه هیچ نقش عمده‌ای در سرنوشت سیاسی کشورمون و نظام اسلامی مسلط بر کشورمون بازی نکرده و اونجایی هم که مثل دوران اصلاح طلبان و مجلس خبرگان، به نظر بنده این برنامه، این مجلس پیش رو که در 8 سال آینده دوران کارش هستش میتواند عرض کنم که این اختلافات داخلی رژیم رو به صورت کارایی عملا در بیاره و در سرنوشت کشور بازی بکنه. اما متاسفانه میبینم که بیشترین عرض کنم که بحث‌ها، فشارها، تمرکزها روی انتخابات مجلس شورای اسلامی گذاشته شده که نمایشی بیش نیست و سعی میشه که از آنچه که در مورد مجلس خبرگان رهبری عرض کنم که داره صورت میگیره مردم غافل بمانند. حمید طهایی، شما در ارتباط با نقش انتخابات توی رژیم جمهوری اسلامی چی فکر میکنین و فکر میکنین که هر کدوم از جناح‌ها چه سیاست معینی رو در ارتباط با انتخابات دارن پیش میبرن و تعقیب میکنن؟ من هم باید قبل از هر چیز بگم اصولا به کار بردن اسم انتخابات برای این بازی به صدا اسم بی مسمایی است، هیچ تناسبی نداره. در حال در هر نوع انتخاباتی در هر جامعه و کشوری که یک اندک بویی از بالاخره انتخابات و مجلس و پارلمان و غیره هم برده باشه، رأی و نفوذ و پایگاه احزابی که در انتخابات شرکت میکنن در میان جامعه، رأی که میارن غیره، اینها عواملی است که نقش بازی میکنه و به همین خاطر اصلا بهش انتخابات گفته میشه. در جمهوری اسلامی این قضیه نیست. نه تنها مردمیش نقشی ندارن، بلکه بین خودشون هم، بین خودی های حکومت هم که اجازه دارن در این بازی شرکت کنن، الان می‌بینیم کشمکش هست، اسم همدیگر رو حذف میکنن، هم یک شورای نگهبانی گذاشته که لیستی که موافقه به اصطلاح امضای ولی فقیه زیرش داشته باشه فقط میتونن اعلام کنن و به این لیست رأی بدن. در حکومت دست بالا رو داره، اون بالاخره میتونه صندوق ها رو به نفع خودش کج و راست کنه. این تمام انتخابات های جمهوری اسلامی وضعیت همینطور بوده. بنابراین ما به تسامح به اصطلاح اسم انتخابات رو به کار میبریم. باید گفت یه مسحکه سیاسی که حد اکثر نقشش اینه که در به اصطلاح بالانس قدرت و تناسب قدرت بین جناح‌های حکومتی این تناسب رو از این طرف یا اون طرف تغییر بده. تمام نقش سیاسی انتخابات فقط مثل یک مکانیزم درون جناحی در درون حکومت عمل میکنه. خب وقت شما همه تقویید که حتی سیاست های روزمرهش و سیاست های دولت بعدی و غیره اینا هیچ کدوم با انتخابات تعیین نمیشه و انتخابات هیچ نقشی نداره، چون میدونیم تازه هر ترکیبی هم که مجلس داشته باشه مصوباتش برای اینکه اعتباری داشته باشه باز باید از تأیید شورای نگهبان و ولی فقیه بگذره. بنابراین حتی اگر فکر کنیم که انتخابات درش تقلبی هم نمیشه، بندوبستی هم نیست و
بالاخره هر کسی میاد و رأی میاره رو در انتخابات شرکت میکنه، مصوباتش، مصوباتی که تازه باید از 7 فیلتر رد بشه تا اعتبار داشته باشه. به این معنی میخوام بگم اسم انتخابات رو باید به اصطلاح چیز دیگه گذاشت در جمهوری اسلامی، باید گذاشت یک مسحکه برای تجدید قدرت و تشدید تقسیم پست‌ها و غیره در بین حکومتی ها. این که ولی این انتخابات چرا اینقدر حاد شد و دعوا بالا گرفته، خب روشنه بخواد این برمیگرده به انتخابات قبلی که بالاخره مجبور شدن به روحانی رضایت بدن و به اصطلاح خط رفسنجانی روحانی دولت رو در دست گرفت. بنها الان اصولگرایان نگران اینن که مجلس هم به دست اونها بیفته و بنابراین خیلی بیشتر از گذشته دارن سخت میگیرن و خط و نکشون میکشن و صلاحیت رد میکنن و غیره. دعوا هم همونطور که آقای نوری الان اشاره کردن، دعوای بین این جناها بر سر این است نهایتاً که چطور میتونیم نظام رو بهتر حفظ کنیم. در واقع دعواشون سر خود جمهوری اسلامی و قوانین و حتی ولایت فقیه و غیر و غیره نیست. اختلافاتشون بر سر اینه که با چه شیوهی برای حفظ و بقای حکومت بهتره. جناح اصولگرا میترسه که این حتی بازی یک کمی اصلاح طلبی در آوردن و از اصلاحات حتی حرف زدن، این زمینه‌ای بشه برای تعرض بیشتر مردم، برای بالا گرفتن اعتراضات و غیره. و از اون طرف جناح مقابل هم فکر میکنه که سختگیری ها و بسیار بگیر و به بعد های جناح مقابل افراطیست و اون منجر میشه به یک انفجار اجتماعی. بنابراین هر دو تلاششون این هست که حکومت خودشون رو حفظ کنن، منتها به شیوه های مختلفی، و این کشمکش هایی که میبینیم در نهایت بر سر همین مسئله هست. آقای نورعلی، شما در ارتباط با انتخابات به نکته اشاره کردین که این دو انتخاباتی که در راست باید این دو تا انتخابات رو از هم دیگه تفکیک بکنه آدم، و انتخابات مجلس شورای اسلامی همیشه شعبده بازی بوده و ارزش بیشتر از اینی نداره. در ارتباط با مجلس خبرگان رو این تاکید گذاشتیم که در حالی که در ارتباط با مجلس خبرگان میتونه مسئله متفاوت باشه و اختلافات داخل رژیم رو به یه شکل به شکل کارایی منعکسش بکنه، شما فکر میکنین که در ارتباط با مجلس خبرگان چرا فکر میکنین که در ارتباط با مجلس خبرگان، به خصوص الان که خامنه ای هم صحبت از این میشه که بیمار هست، انتخابات مجلس خبرگان میتونه اهمیت داشته باشه و اون شعبده بازی که در ارتباط با مجلس شورای اسلامی هست در ارتباط با مجلس خبرگان نمیتونه عمل بکنه؟ ببینید، من فکر میکنم که این شرایط هست که تعیین میکنه که در داخل نظام اسلامی یک اتفاقی میتونه مهم باشه یا عرض کنم که اهمیتی نداشته باشه. مسئله در این است که مجلس خبرگان در واقع بیشتر از یک وظیفه نداره و اون هم اینه که یعنی در قانون گفتن دو وظیفه داره، ولی عملا یک وظیفه بیشتر نداره، چون که وظیفه نظارتیش رو هم عرض کنم که آقای خامنه ای، هم امام جمعه ها و هم برخی از نمایندگان مجلس خبرگان نفی کردن، گفتن ما حق نظارت بر رفتار رهبر رو نداریم. اما به هر حال این رهبر یه روزی میفته میمیره و وقتی که مرد، این که کشور و نظام در چه شرایطی هستش و چگونه تصمیم میگیرن راجع به جانشینی او یک امر واقعیه. ببینید، انتخابات مجلس شورای اسلامی واقعیتی نداره، یه عده آدم مهر پلاستیکی رو برمیدارن میکنن تو مجلس، اگرم که زیاد روشون زیاد بشه یه حکم حکومتی صادر میکنن خفشون میکنن. اما در لحظه ای که رهبر مرده و این مجلس خبرگان طبق قانون اساسی باید تعیین بکنه که وضعیت مملکت چگونه خواهد بود، به نظر من در اون لحظه توجه به این که رژیم آتاسیون و عرض کنم که تشکل جناح‌های مختلف حکومتی در داخل مجلس خبرگان بسیار مهم و تعیین کننده است. در نتیجه اگر که ما بخوایم بگیم که
انتخابات چه مجلس شورای اسلامی چه مجلس خبرگان وقایعی هستند که هم رژیم فکر میکنه راجع بهشون، هم اپوزیسیون بهشون فکر میکنه. در این مورد هم الان به نظر من وظیفه اپوزیسیون این هست که به این فکر کنه که چه تأثیری میتواند بگذارد روی اون زمانی که آقای خامنه‌ای از جهان میره و این مجلس باید تصمیم گیری بکنه. هر چقدر که مردم بتوانند از پیش بینی های رژیم پیشی بگیرند و اشخاصی رو بفرستند در داخل مجلس خبرگان که محل اختلاف رو عرض کنم که تقابل با هم دیگه هستند، این که این مجلس خبرگان یا فلج بشه نتونه کاری بکنه یا تصمیمی بگیره که منجر به عرض کنم که اختلافات شدید داخل رژیم بشه و بالاخره این که آیا منجر به این بشه که سپاه پاسداران در این وسط بیاد دخالت بکنه، کودتای نظامی بکنه و غیره بکنه، اینها همه مسائل واقعی هستند و با توجه به وضعیت جسمی آقای خامنه‌ای به نظر من این 8 سال آینده و این مجلس خبرگان اهمیت پیدا میکنه. همین امروز که چه کسانی میتونن برن توش و در جناب‌بندی های اون شرکت داشته باشن. ولی در ارتباط آقای نور، البته قبل از اینکه سوالمو بپرسم، از اتاق فرمان به من گفتن که تصویر شما متاسفانه رفته، نمیدونم در ارتباط با اسکایپ مسئله پیش اومده یا نه. دست من خورد و دوربین من بسش دادم. درست شده. بله الان درست شده. بله. منتها شما در ارتباط با اهمیت مجلس خبرگان اشاره کردید، منتها اون سوال هنوز کماکان باقی میمونه که علارغم اهمیتی که مجلس خبرگان میتونه داشته باشه در ارتباط با جنابندی های رژیم جمهوری اسلامی، چرا اون شعبده بازی در مجلس خبرگان نمیتونه صورت بگیره و اون قدرتی که جناح خامنه ای داره نمیتونه در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگان نیز اون قدرتش رو اعمال بکنه و مجلس خبرگانی که مطابق تصویر ولایت فقیه ارائه میده شکل بگیره؟ من عرض نکردم که رژیم نمیتونه اون رو مهندسی بکنه. رژیم هر کاری که بخواد تو مملکت اتفاق بیفته مهندسی میکنه. اما به نظر من هر چقدر که شرکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی پوچ و بیهوده است و مسخره به نظر میرسه، اما رفتن به پای صندوقهای مجلس خبرگان و قبلش تصمیم گیری راجع به اینکه چه کسانی میتونن در مجلس خبرگان اختلاف رو دامن بزنن و تمرکز کردن روی اونها مهمه. حالا آیا رژیم آنچنان قدرتی داره که در مورد مجلس خبرگان هم عرض کنم که همون مهندسی رو انجام بده که در مورد مجلس شورای اسلامی؟ این محل بحثه. به نظر من مجلس خبرگان داره تشکیل میشه از خبرگان، یعنی از مجتهدین طراز اول و کسانی که به خصوص در تشیع مجتهد تابع کسی دیگه ای نیست، مجتهد عرض کنم که رأی شخصی داره. بنابراین این که مثلا شورای نگهبان یا کمیته نظارت بر انتخابات بتوانند در داخل نامزدهای حزب انتخابات خبرگان همون دخالتی رو بکنند که در مورد این یکی هست، اون مسئله است. شما نگاه بکنید شخص آقای رفسنجانی رو در نظر بگیرید، شورای نگهبان برای مجلس شورای اسلامی به راحتی در انتخابات گذشته آقای رفسنجانی رو سلب صلاحیت کرد، گفتش که مثلا چون 75 سالگی مرز شرکت در مجلس است، ایشون چون از این مرز گذشته صلاحیت رفتن به مجلس رو نداره. اما این شرایط و معیارهای تعیین صلاحیت در مورد مجلس خبرگان به کلی متفاوته. اینجا مسئله عرض کنم که اجتهاد است و عرض کنم که توانایی این که ادعی رو با توضیح مسائل خودشون مثلا دنبال خودشون بکشن. بنابراین اختلاف در داخل مجلس شورای ملی خیلی سخت سرایت میکنه به بیرون از حوزه نفوذ حکومت، در حالی که اختلاف بین آیت الله ها که قشر
اولیگارشی که الان حاکمیت در ایران هستن میتونه اثرات مهمی داشته باشه. حمید تقوایی، شما در ارتباط با تفکیک که در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مطرح است و آقای نوری الان هم در ارتباط با این مسئله صحبت کردن، نظرتون چیه؟ به خصوص با در نظر گرفتن این نکته مهم که مجلس خبرگان میتونه تکلیف رهبری آینده جمهوری اسلامی رو مشخص بکنه. الان خامنه ای بیماره و جناح‌های مختلف اصلاح طلبای حکومتی هم برای شرکت در مجلس خبرگان دورخیز کردن. ما با شرکت حسن خمینی روبرو بودیم، رفسنجانی که اعلام کرده که مسئلهش این نیست که به ریاست مجلس خبرگان برسه، بلکه فقط تو مجلس خبرگان حضور داشته باشه. شما اهمیت مجلس خبرگان رو چجوری میبینین و نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ من به این تفکیک آنچنانی قائل نیستم بین مجلس خبرگان و شورای اسلامی به این معنی که الان آقای نوری الان توضیح دادم. من فکر می‌کنم مجلس خبرگان اتفاقا فرمالتر و بی تأثیرتر و بی خاصیت‌تر از مجلس شورای اسلامیه، چون تو مجلس شورای اسلامی بالاخره دعواهای جناحی جا داره و این دعواهای جناحی واقعیه. بالاخره اینکه مثلا فرض کنید سیاست نزدیکی با غرب رو دنبال کنیم یا همچنان بر تبل شیطان بزرگ بکوبیم، این یک اختلافیه که مجلس به این طرف که اون طرف بره میتونه شدت و غلظت کمتر یا بیشتری پیدا کنه. ولی مجلس خبرگان هم که آقای نوری علا گفت نقشش اینه که هر وقت خامنه ای یا رهبر درگذشت بره رهبر بعدی رو انتخاب کنه. یعنی یک بار این اتفاق میفته در مثلا فرض کنید 8 سال آتی، و این یک بار هم خب همونطور که جانشینی خمینی مهندسی شد و سازماندهی شد، این هم همینطوره. بالاخره هر نوع مجتهد و غیر مجتهدی تو مجلس باشه صلاح و مثلا مصلحت کل نظام رو تشخیص خواهد داد. ولی اگه من اگه اجازه بود اینجا یه نکته رو مطرح بکنم، ولی اگه فکر میکنین که به اهمیت مجلس شورای اسلامی نخواهد بود، این دورخیز کردن افراد مختلف اصلاح طلب حکومتی برای شرکت در مجلس خبرگان و اینکه سعی بکنن که نقش جناح مقابل رو تو اون مجلس کمرنگ بکنن، اونو چجوری توضیح میدین؟ بله مردم، من گفتم اختلاف بین اینا واقعیه. اینا نه تنها در مجلس خبرگان و مجلس شورا، برای هر صندلی و پستی میجنگن. برای اینکه مثلا در فلان وزارت کی دست بالا داشته باشه، در سپاه همینطور، در نیروهای انتظامی همینطور، اینا دارن با هم میجنگن. این جنگ واقعی همه جا هست، طبعا تو مجلس خبرگان هم محل مهمی این دعوا خواهد بود. ولی ما این دعواها رو برای مجلس شورای اسلامی هم بهش قائلیم و با این حال فکر می‌کنیم مجلس شورای اسلامی هیچ ربطی به رأی مردم، انتخابات، نظر مردم نداره. ببینید اگر مردم بخوان رأی بدن، مردم به نفی ولایت فقیه رأی میدن، این نظر مردمه. کسایی که میرن به مجلس خبرگان حد اکثر دعواش اینه که ولی فقیه کی باشه، حالا گیرم کاندید این نباشه و کاندید اون باشه، باز آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود. اینطوری نیست که مجلس خبرگان میاد حالا یک ولی فقیهی میذاره اونجا که میگه من دیگه حاکم مطلق نیستم بلکه مردم بیان نظر بدن. همچین اتفاقی که نمیفته. میخوام بگم بنابراین در هر حال یه سیستم دیکتاتوری داریم در جمهوری اسلامی که شاه رو با ولی فقیه جانشین کردن. حالا باز شاه فرمال یه قانون اساسی و یه دموکراسی مشروطه‌ای به اصطلاح بود که مثلا به اون مشروط بود، ولی فقیه که قانونا هم کاره است. حالا گیرم از جناح به اصطلاح اصلاح طلب یه ولی فقیه انتخاب بشه، خب هاشمی کاشو همین وضعیت. مگر آقای رفسنجانی الان رهبر اون قضیه نیست؟ مگر آقای رفسنجانی کم دست داشته در بگیر و ببندها، در اعدامها، در کشتارها، در سرکوبها؟ خب حالا گیرم یکی مثل رفسنجانی برفرض که مجلس خبرگان اصلاح طلبان دست بالا رو داشته باشن یا مجتهدین متمایل به خط رفسنجانی روحانی و اینها بتونن بیان یه ولی فقیه رو از خط خودش انتخاب کنن، فرق در وضعیت کلی جامعه و سیاست جامعه نخواهد داشت. من میخوام بگم مجلس خبرگان به این معنی گفتم حتی فرمال تره، چون یک تصمیم میگیره، اونم این که چی کسی جانشین رهبر بشه. اینم هر ممکنه 20 سالی یه بار اتفاق بیفته.
دیگه تصویب و لایحه و بحث سر بودجه و غیر و غیره در مجلس شورای اسلامی اتفاق میفته. به این معنا من میخوام بگم داستان این هست که ببین اصلا مجلس خبرگان هیچ ربط حتی ظاهری به هیچ نوع دموکراسی و انتخاباتی نداره. خوب فکر کنید یک مجلسی انتخاب میکنن که ولی فقیه انتخاب کنه، یعنی یک مجلسی انتخاب میکنن که بگه چه دیکتاتوری بالای سر ما. این پوچه، این از پایه پوچه. حالا مردم هم فرض کنید مستقیم رفراندوم کنن بگن کی ولی فقیه باشه، طبق قانون اساسی اون ولی فقیه میتونه ببر و بدوزه و وتو کنه هر چیزی و حکم حکومتی بده، نمیدونم فتوا بده، همین کار هم کردن، بازم میکنن. میخوام بگم خانه از پای بس ویران است. اگر ولی فقیه رو شما نذارید کنار، دیگه مهم نیست چه مجلسی این ولی رو انتخاب میکند، هر کسی انتخاب بکند بر طبق همین قوانین موجود جمهوری اسلامی همه کاره اون مملکت میشه و حرفش حجت است. به قول اینها فصل الخطاب است، از این اصطلاحات هم به کار میبرن. مهم نیست شما به کی میگید ولی فقیه. ولی فقیه فقیه دیکتاتوری در جمهوری اسلامی خواهد بود و اساس قضیه این نیست که این دیکتاتور رو چطور انتخاب میکنید، اساس این قضیه این که اصلا چطور ولی فقیه از این سیستم میذارید کنار. در ارتباط آقای نورعلی، در ارتباط با انتخاباتی که تا الان در جمهوری اسلامی برگزار شده، حالا به هر شکلش، در انتخابات ریاست جمهوری و یا چه در انتخابات مجلس شورا و انتخابات مجلس خبرگان، ما با سیاست‌های مختلفی از طرف جریانات اپوزیسیون روبرو بودیم. به عنوان نمونه جریانات ملی اسلامی سیاستی رو که مطرح می‌کنن، سیاست شرکت حالا به انواع مختلف به درجات مختلف، و این رو مطرح میکنن که اگه جناح اصلاح طلب حکومتی در انتخابات دست بالاتری رو پیدا بکنه، موقعیت مردم در رژیم جمهوری اسلامی میتونه یه مقدار متفاوت باشه. و به عنوان نمونه در ارتباط با خود انتخابات اخیر، اما با مسئله کمپینی که اخیراً به راه افتاده بود تحت عنوان کمپین لغو نظارت استصوابی روبرو بودیم، شما در ارتباط با این سیاست معین که مردم رو به شرکت در انتخابات رژیم جمهوری اسلامی دعوت میکنه نظرتون چیه؟ ببینید من اول بگم که من به عنوان یه آدمی که میخوام سر بتن حکومت اسلامی نباشه، من اصلا نه این حکومت رو قانونی میدونم، نه به قول خودشون مشروع میدونم، نه دموکراتیک میدونم، نه ساخت و سازهای داخلیش رو رشحه‌ای از عرض کنم که دموکراسی درش میبینم. اما من به عنوان یک مخالف حکومت اسلامی فکر میکنم که مواقعی پیش میاد که شاید بشود به اختلافات درونی حکومت اسلامی دامن زد برای اینکه این حکومت از داخل منفجر بشه. من اعتقادم هم این نیستش که تازه اگر منفجر بشه چیزی نصیب مردم خواهد شد. اینکه مردم چگونه به حقوق خودشون برسن، چگونه حاکمیت ملی در ایران برقرار بشه، اون یه بحث دیگری است. من معتقدم که تا مردم تصمیم نگیرن نیان بیرون و کل این رژیم رو عرض کنم که از بین نبرند و در این حال دارای یک آلترناتیوی در پیش رو داشت باشند که به امید اینکه اون آلترناتیو به قدرت برسه دست به این کار بزنن، این یه بحث دیگریه و یه مقوله دیگری. الان یک اپوزیسیونی که متشکل شده از آدمایی مثل عرض کنم که آقای تقوایی، بنده، شما و غیره، که ما دارای نیروی معینی برای عرض کنم که دخالت برای برانداختن این حکومت در حال حاضر نیستیم و در واقع تماشاچی این ماجرا هستیم. اما در این حال میتونیم مترصد باشیم ببینیم که در کجا میشود عرض کنم که به اختلاف درونی این رژیم دامن زد. منم قبول دارم که به طور عادی مجلس خبرگان اصلا هیچ کار است، سال تا سال هیچ اتفاقی درش نمیفته، میان چهار تا چایی میخورن و بعدم میرن خونه هاشون. اما به خاطر قانون اساسی، به خاطر ساختار داخلی این حکومت، مثل اون داستان حسن کچل که یک بار باز میشینه رو سرش،
رو سر این عرض کنم که مجلس خبرگان بیهوده تشریفاتی هم میتواند در این 8 سال آینده یک همچین فرصتی رو به وجود بیاره. بنابراین ساختمان داخلی این مجلس، من به طور مثال بگم، بگیریم که یک جناح در این مجلس خبرگان طرفدار این باشد که به مبارزه به اصطلاح ضد امپریالیستی حکومت اسلامی ادامه بده و خودش رو در اردوگاه مثلا روسیه و چین قرار بده، و یه عده ای از این مجتهدین و آخوندها معتقد باشن که نه خیر، ما باید بریم با امریکا و غرب سازش بکنیم. به نظر من اینکه کدوم یکی تو مجلس خبرگان موفق بشن که نماینده خودشون رو ولی فقیه بکنن و رهبر بکنن، تأثیر عمده ای روی سرنوشت اون مملکت و زندگی مردم اون کشور داره. و الا در مورد اینکه هر دوتای این نوع ولایت فقیه حافظ این حکومت خواهند بود و نمیذارن حکومت اسلامی به ضد خودش مبدل بشه و غیره، در اینا ما حرفی نداریم. ولی من فکر میکنم که اصلا دعوا، همه قضیه دعوا سر همینه. تنها این نیستش که مثلا 4 تا منصب مجلس شورای ملی در خطر، نمیدونم اصلاح طلبه میخواد بگیرتش یا اون یکی، بلکه حضور جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی مهمه و اینکه چه نوع ولی فقیهی سر کار باشم بسیار مهمه. و در این حال من فکر میکنم که انتقال رهبری از خمینی به خامنه ای در شرایطی صورت گرفتش که هنوز این اختلافات در داخل عرض کنم که جناح حاکم وجود نداشت. به راحتی آقای رفسنجانی رفتش یه چیزی جعل کرد، احمد خمینی هم تصدیق کرد، بقیه آخوندها هم رفتن دنبالش و خامنه ای رو کردن رهبر. ولی این بار قضیه این نیست. اینها 37-38 ساله که اونجا جا خوش کردن، خودشون رو صاحب منافع میدونن و بنابراین به این راحتی تسلیم این نشدن. نخواهند شد که یکی خواب ببینه بگه خامنه ای داشت میمرد گفت فلانی رو بکنی رهبر. من همچی چیزی رو امکان پذیر نمیبینم. از اتاق فرمان به من میگن بیشتر از 12 دقیقه به پایان برنامه وقت نموده. حمید تقوی، شما در ارتباط با سیاست شرکت در انتخابات رژیم جمهوری اسلامی که از طرف جریانات ملی اسلامی در مواقع مختلف انتخابات مطرح میشه نظرتون چیه؟ استدلالی که اونا مطرح میکنن این که اگه یه جنای معینی، جناح اصلاح طلب منظورشون، در حکومت نقش بیشتری رو داشته باشه، اون میتونه تأثیری در وضعیت مردم ایجاد بکنه. شما نظرتون در ارتباط با این سیاست که در ارتباط با انتخابات مطرح میشه چیه؟ خب نیرویی که این سیاست رو پیش میبرن نیروی هستن که به خودشون میگن اصلاح طلب، یا معنی دقیق‌ترش استحاله چیه، یعنی معتقدن که این حکومت باید استحاله بشه، یعنی با تغییرات تدریجی کم کم بهتر خواهد شد. تجربه ولی تمام این دوره‌ای که این اصلاح طلب‌ها رئیس جمهور بودن یا دست بالا رو تو مجلس داشتن، تو دولت داشتن، عکس اینو نشون میده. هیچ تغییر تدریجی که اتفاق نیفتاده، هیچی، بلکه رکورد اعدام‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای و غیره در دوره به اصطلاح ریاست جمهوری همین نوع اصلاح طلبان بوده. ببینید کلمه اصلاح طلبی هم مثل انتخابات باید خیلی با تردید بهش برخورد کرد وقتی در مورد جمهوری اسلامی و جناحاش صحبت میکنیم. اصلاح طلبی بنا به تعریف یعنی کسی که یک رفرمی در جهت بهبود وضعیت مردم بخواد. ولی در جمهوری اسلامی اصلاح طلبی به این معنی نیست. اصلاح طلبی یعنی کسی که فکر میکنه با تغییرات تدریجی میشه حکومت نگه داشت. این تغییرات تدریجی هیچ وقت ما در تبلیغاتشون، در این به اصطلاح کارزار و چالش ها و بگیر و ببند و کشمکش هایی که اصلاح طلبان و غیر اصلاح طلبان داشتن هیچ وقت ندیدیم. یکی بیاد مثلا بگه زنان باید این آزادی ها رو داشته باشه، یا ولی فقیه نباید اینقدر بزن و بگیر و اصلا این درست نیست، ولی فقیه باید کنار گذاشته بشه یا حتی محدود بشه، یا قانون اساسی جمهوری اسلامی بنداش خرابه، یا خمینی این جنایات رو کرد. نه تنها اینا رو نگفتن، اصلا اینا دفاع کردن. خیلی از این اصلاح طلبان به سابقه شون نگاه کنید، خودشون جزء پایه‌گذاران سپاه و بسیج و سازمان‌های امنیتی و غیره، اوباش، حتی حزب الله و غیره بودن در جمهوری اسلامی.
میخوام بگم اصلاح طلبی از سر اینها زیاده. اینها رو من حد اکثر میگم اپوزیسیون حافظ نظام که یک تناقض در خوده، ولی به نظر من وصف حال اینهاست. اینا اپوزیسیون به خودشون میگن چون از بعد حادثه اپوزیسیون شدن، نه جمهوری اسلامی اونها رو از خودش رونده، اینها اپوزیسیون شدن ولی همچنان وفاداریشون رو به نظام، به قانون اساسی، به خمینی حفظ کردن و در این چارچوب میخوان یه تغییراتی در نظام به وجود بیارن که قبلا گفتم، چون فکر میکنن از این طریق اتفاقا بهتر نظام خودش رو میتونه حفظ کنه تا اون سیاستی که مثلا خامنه یا اصولگران در پیش گرفتن. داستان اینجاست. بنابراین تا اونجایی که به مجلس برمیگرده اصلاح طلبا فکر میکنن که خب اگر در مجلس شورای اسلامی دست بالا داشته باشن راه هموارتر خواهد شد برای استحاله حکومت. خب مثلا در ارتباط با ریاست جمهوری چی میگین؟ اینو میتونن مطرح بکنن که ریاست جمهوری خاتمی با ریاست جمهوری احمدی نژاد متفاوت بوده و یا اینکه روحانی در ارتباط با احمدی نژاد متفاوته؟ حتما اینا متفاوت بودن، ولی باید از مثلا کارگران، از زنان، از جوانان بپرسین که آیا در این دوره ها مثلا کارگرها فرض کنید آزادی بیشتری داشتن برای تشکر، دستمزدشون بالا رفته، گرانی پایین اومده، زندگیشون از یک چهارم خط فقر حتی مثلا به یک سوم خط فقر بهبود پیدا کرده، یا مثلا آزادی های فرهنگی داده شده، حالا تونستن مثلا فرهنگ مدرن امروزی تو جامعه جا خوش کرده، بگیر و ببند ها کمتر شده، اعدام ها کمتر شده، چه اتفاقی افتاده؟ اینکه اینا فرق میکنن، فرق میکنن. کسی نمیگه احمدی نژاد عیناً روحانیه، معلومه با هم فرق میکنن، ولی فرقشون همونطور که گفتم بر سر این هست که حکومت جمهوری اسلامی رو چطور نگه داری و تمام این نکاتی که من گفتم جزء پایه‌ها و ساختار هویتی این حکومت هست. ضد مدرن بودن، ضد جوان بودن، ضد زن بودن، ضد کارگر بودن جزء ساختار جمهوری اسلامی هست. اصلا جمهوری اسلامی اصلا روز اول در مقابل انقلاب 57 روی کار آورده شد به خاطر اینکه انقلاب 57 همه اینها رو می‌خواست، آزادی زن رو می‌خواست، آزادی و برابری می‌خواست، رفاه می‌خواست، کارگران می‌خواستن، حتی دیگه پارلمان هم قبول نداشتن، شوراها همه جا رو گرفته بود. جمهوری اسلامی اومد که این بساط رو جمع کنه و این خصوصیت هویت جمهوری اسلامی تا امروز باهاش است. تو این چارچوب ما داریم از مجلس، از انتخابات، از اصلاح طلبی و غیره صحبت می‌کنیم. همه اینها این چارچوب رو حفظ می‌کنه. مرسی علی تقوی. چارچوب بیرون نخواهند. مرسی. چون بیشتر از 7 دقیقه به پایان برنامه وقت نداریم، من یکی دو تا سوال داشتم، میخواستم اینا رو هم از شما بپرسم و نظر شما مهمونان عزیز رو جویا بشم. اسماعیل نوری اعلی، در ارتباط با انتخابات یه سیاست دیگه‌ای که مطرحه و به خصوص از طرف جریانات ناسیونالیسم پرو غربی مطرح میشه، سیاست تحریم انتخاباته. شما در ارتباط با سیاست تحریم نظرتون چیه؟ ببینید، من فکر میکنم که اصلا اینها باید دید که از موضع اپوزیسیون عمل میکنن یا نه. من مثلا در این جریانی که شما اشاره کردید که یک کمپینی رو انداختن برای الغای نظارت استصوابی، من تولد یک نوع اصلاح طلبی نوینی رو میبینم که میخواد یک درجه بالاتر از اصلاح طلبان سنتی این سالها عرض کنم که حضور داشته باشه. یعنی شما ببینید که استدلال اونها برای لغو نظارت استصوابی، استدلال اونها برای اینکه برن خودشونو کاندید نمایندگی در مجلس شورای اسلامی بکنن، زمیمه شده، سنجاق شده به پذیرش قانون اساسی این رژیمه. یعنی میگن که آقا باید انتخابات آزاد باشد بنابر ماده 3 و مثلا 27 و 28 قانون اساسی. یعنی که تلویحاً اول قانون اساسی رو میپذیرن و بعد مثل مهندس موسوی در سال 88 مدعی میشن که قانون اساسی دارای مواد مقفوله‌ایه که میتواند این آزادی‌ها رو فراهم بکنه، و فراموش میکنن که قانون اساسی یک پکیجه، یک بسته به هم پیوسته است. درسته که در یک جا میگه که مثلا احزاب آزاد هستند، اما در جای دیگه میگه به شرط اینکه ولایت فقیه و شریعت اصلاح شریع رو بپذیرن. در نتیجه جست اینی که
من صراحتا میگم آدمایی مثل مثلا آقای تبرزدی که دست به این اقدام فاجعه انگیز زد که آمد دخالت کرد در این انتخابات، رفت خودش رو کاندید کرد، حالا هم داره رو اینترنت میخواد رأی جمع بکنه و انتخابات رو انجام بده، انتخابات پارالل و موازی رو انجام بده، اینها به نظر من همش حرکات اصلاح طلبانه ایه که فقط داره طعم حرف خودش رو عوض میکنه، وگرنه در انتهاش در اون ریشهش عرض کنم که مسئله تن دادن به استقلال رژیم جمهوری اسلامی و حفظ اونه. در ارتباط با تحریم، چون یه نکته هم در ارتباط با مسئله تحریم بود، در ارتباط با تحریم انتخابات که به خصوص از طرف جریانات سلطنت طلب و ناسیونالیسم پرو غربی مطرح میشه، شما نظرتون چیه؟ ببینید، من فکر میکنم که این تحریم معناش در واقع اینه دیگه که یک مرجع صدور فتوایی وجود داره و فتوا میده که تنباکو عرض کنم که حرام است یا شرکت در انتخابات حرام است. این معنیش اینه که اولا یک نظام مرجع و عرض کنم که مقلد وجود داشته باشه. آخه این نیروهای نمیدونم سلطنت طلب یا راست یا اینها داره چه ریشه اجتماعی هستن که میخواهند شرکت در انتخابات رو تحریم بکنن؟ به نظر من اتفاقا این کاری که اینا میکنن نشانه این است که تا چه حد بی ریشه هستن تحریم کنن، چون تحریم یعنی نرفتن به شرکت در انتخابات یه امر بدیهیه. هر آدمی که شعور داشته باشه، هر آدمی که نخواد بازیچه باشه، خب نمیره در انتخابات شرکت بکنه. اما وقتی که یه نفری بشینه به عنوان یک مرجع بگوید که من تحریم میکنم انتخابات رو، وقتی که مردم در داخل کشور با محاسبات داخل کشور با انتخاب بین بد و بدتر و غیره مصمم هستند که برن در انتخابات شرکت بکنن، تحریم کردن یعنی نشان دادن این که من چقدر بی اعتبار و بی پایه هستم. بنابراین من تحریم رو هم به همون اندازه یه نمایش پوچ میدانم که شرکت در انتخابات. همه تحقیق شما در ارتباط با سیاست تحریم که از طرف جریانات ناسیونالیسم پرو غربی مطرح میشه، نظرتون چیه؟ ببینید، سیاست تحریم، کسی که تحریم در انتخابات اعلام میکنه، منظورم حزب یا نیروی سیاسی یا شخصیت سیاسی که اعلام کنه، به این معنا هست که من در این انتخابات شرکت نمیکنم، حزب من یا خود من یا غیره شرکت نمیکنم. سوال اول این هست که اگه تحریم نکنید مگه میتونید شرکت کنید؟ بله. میخوام بگم اصلا انتخاباتی در کار نیست که شما تحریمش میکنید. گویا مثلا اگر اپوزیسیون، حالا راست، سلطنت طلب، دوی خردادی، هر چیز بگن تحریم نمی کنیم، میگن بفرما بیا کاندید بشو، پس آدم ممکنه برن تو مجلس، میگن شما رو اصلا راه نمیدن، میگن که فلانی ها تو روستا راه نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو میگیره، طرف اصلا تو انتخابات راه نمیدن، میگه تحریم میکنه. این پوچه. به نظر من مسئله تحریم نیست، مسئله اینه که باید این رو برجسته کرد، اون فضا و شرایطی که انتخابات به وجود میاره باید این رو در انظار جامعه برجسته کرد که این اصلا انتخابات نیست. اتفاقا ببینید، جمهوری اسلامی یه کاری کرده که با همه به کم اپوزیسیون دورخوردادی میگم، اینها هم تونستن یه جوری به خودشون مشروعیت بدن، مقبولیت بدن، به این معنا که استثبابی نباشن، شورای نگهبان اینطوری باشن، مجلس خبرگان اونطوری باشن. این اساس نقد و اساس اعتراض ما یا هر آدم آزادی‌خواهی به انتخابات اینها نیست که ایران شورای نگهبان هم درش رو ببندن، استثنایی هم نباشد و غیره. اولین سوال اینه که آیا احزاب آزادن؟ نه احزاب خیلی رادیکالی مثل حزب ما، یه حزبی که به یه گوشه چشم ولی فقیه ابروه، آیا جاش تو زندان نیست؟ آیا نمیگیرن، نمیزنن، نمیکشن، تبعید نمیکنن، انواع فشارها رو وارد نمیکنن؟ خب وقتی جایی آزادی احزاب نیست، آزادی اندیشه نیست، آزادی نشریه‌ای نیست، آزادی مطبوعات نیست، آزادی تشکل و تجمع نیست، انتخابات هم پوچه. حتی اگر استثنایی هم نباشه، حتی اگر شورای نگهبان هم نباشه، به نظر من فضایی که انتخابات ایجاد میکنه برای بردن این معنا و برای بردن این نقد پایه‌ای به وضعیت انتخابات ها به اصطلاح در جمهوری اسلامی باید از اون استفاده کرد. ما همیشه شعارمون این بوده که انتخابات رو بر سر حکومت خراب کنیم. منظورم این نیست که حتما بریزن صندوق ها رو آتیش بزنن. منظورم این بوده که از انتخابات باید استفاده کرد برای اینکه بگیم کل این حکومت ضد آدمه، کل این حکومت بی ریشه است، انتخاباتش پوچه و کل این سیستم رو باید به هم ریخت. با انتخابات نمیشه تغییر داد. اینکه مردم میرن یا نمیرن، این دیگه اسمش تحریم نیست.
مردم، اکثریت مردم نمیرن، یا اونایی هم که میرن، میرن برای اینکه دعواهای داخل مجلس رو به خیال خودشون حاد کنن که از این طریق کل رژیم ضعیف‌تر بشه. این نوع محاسبات به اصطلاح فرصت طلبانه رو، حالا لزوما به معنی منفی هم نمیگم، مردم دارن و این رو به کار میبرن. ولی احزاب اپوزیسیون مجاز نیستن چه به این بگن انتخابات، چه به این بگن تحریم. احزاب اپوزیسیون باید بگن انتخاباتی که اپوزیسیون ها، حتی بودیترین اپوزیسیون ها رو اجازه نمیده در انتخابات شرکت کنه، وقت اون تمومه، من باید ممنوعشون کرده. این انتخابات آزاد نیست بهش معنایی و بنابراین باید بر سر حکومت خراب بشه. وقتمون تمومه، به من میگن وقتمون تمومه. من فقط برای یه دقیقه صحبت پایانی رو اگه دارین، آقای نوری‌علی اول از شما و بعد همه تقوایی صحبت پایانی تون رو بکنیم. آقای نوری‌علی بفرمایید. من تنها عرضی که میتونم بکنم اینه که اگر که بخوایم پر بزنیم بر روی این نمایش مضحک و به آینده ایران فکر کنیم، مسئله این خواهد بودش که این مردمی که در طی این سالیان زجر کشیدن، بدبختی کشیدن، انتخاب بین بد و بدتر کردن، چه آلترناتیو بهتری رو در پیش رو دارن که بتونن به اون دل ببندن و دست از محاسبات بیهوده‌ای مثل شرکت یا شرکت نکردن بردارن. آقای حمید تقوایی، شما هم صحبت پایانی نیم دقیقه. من سوال پایانی فراخوانی به مردم هست که همونطور که الان اشاره کردم از این شرایط استفاده کنن، از این کشمکش ها و دعوای بین حکومت استفاده کنن و صفوف خودشون رو متحدتر کنن، مجتمعتر کنن و همجهتر کنن برای به چالش کشیدن کل حکومت. الان جنبش کارگری خیلی فعاله، همچنینی که همیشه زنان معترض بودن، جوانان معترض بودن. من فکر میکنم از شرایط انتخابات باید استفاده کرد و از شرایط و عواقبی که احتمالاً این انتخابات در زلزله‌هایی که در درون خود رژیم میندازه باید استفاده کرد، برای اینکه مردم حرف مستقل خودشون رو، صف مستقل خودشون رو هرچی متحدتر و متشکلتر و قویتر کنن. با تشکر بسیار زیاد از مهمانان امشب برنامه رو در رو، آقایان حمید تقوایی و اسماعیل نوری‌علی، با تشکر از شما. منم تشکر میکنم از شما. خداحافظ شما. حرمت. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی که بار دیگر با شما خواهیم بود. شب و روزتون خوش.